توصیه های غذایی برای داشتن پروستاتی سالم. دوستان سلام، به کانال طبیعت درمانی خوش اومدین. فراموش نکنید که کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید و با زدن علامت زنگوله از ویدیوهای بعدی کانال هم مطلع شوید. ماهی های چرب. ماهی قزل‌آلا سرشار از چربی های سالم است که حاوی اسیدهای چربی امگا 3 است که به جلوگیری و کاهش التهاب در بدن کمک می کند. سایر ماهی های آب سرد مانند ساردین و ماهی قزل‌آلا نیز از این نوع چربی ها سرشارند. ویتامین ای شهرت زیادی در افزایش سلامت پروستات و مقابله با سرطان آن دارد. روغن های گیاهی، مارگارین، گردو، دانه ها و مغز های روغنی، جوانه گندم و غلات کامل منابع خوبی از ویتامین ای محسوب می شوند. و یکی دیگر از منابع قوی از ویتامین ای ماهی ها هستند. گوجه فرنگی. گوجه فرنگی مملو از لیکوپن است. آنتی اکسیدانی است که ممکن است به سلول های قدیق پروستات کمک کند. پخت و پز گوجه فرنگی مانند سس گوجه فرنگی یا سوپ آن کمک می کند تا لیکوپن بیشتری آزاد شود و آن به راحتی در دسترس بدن قرار گیرد. انواع توت ها. توت فرنگی، سوغالخته، تمشک، تمشک سیاه، توت و شاه توت منابعی عالی از آنتی اکسیدان ها هستند که باز به این بردن رادیکال های آزاد بدن کمک می کنند که اینها می توانند تأثیر بسزایی در کاهش علائم سرطان پروستات داشته باشند. کلمه بروکلی. کلمه بروکلی و سایر سبزیجات دارای برگ سبز از جمله اسفناج، گل کلم، کلمه بروکسل، کلمه سفید و برگ مو حاوی مواد شیمیایی معروفی به نام سولفورفان هستند. تصور بر این است که سلول‌های سرطانی را هدف قرار داده و برای داشتن پروستات سالم کمک می‌کنند. پس فراموش نکنید که حتما در سالادهای خود از کلم استفاده کنید تا پروستاتی سالم داشته باشید. آجیل. آجیل سرشار از روی است که یک ماده معدنی کمرنگ است. روی در غلظت‌های زیادی در پروستات یافت می‌شود. و تصور می شود که به تعادل تستوسترون و DHT کمک می کند. علاوه بر آجیل، سویا و حبوبات نیز دارای مقدار زیادی روی هستند. پس فراموش نکنید که روزانه 3-4 عدد از بغض هایی مانند بادام استفاده کنید که تف نداده و بدون نمک هستند که گزینه ای مناسب برای تعادل تستوسترون و سلامت پروستات شما هستند. زردچوبه. ماده فعال زردچوبه کورکومین که مزه تف و شیرین ادویه را به وجود می آورد نقش بسزایی در خواص آن ادویه دارد. تحقیقات اخیر نشان داده است که کورکومین باعث جلوگیری از انتشار سرطان پروستات می شود. همچنین دیگر مطالعات کشف کردند که زردچوبه توانایی القای مرگ خودخواستگی سلول های سرطانی را دارا می باشد، چیزی که به نام آپوپوز شناخته می شود. مصرف پیاز. یک پژوهش اثبات کرده است مردانی که مشکل بزرگی پروستات دارند کمتر از سیر و پیاز استفاده می کنند و در مقابل افرادی که پروستات آنها مشکلی ندارد از سیر و پیاز بیشتر در رژیم غذایی خود بهره می برند. جهت اثبات این ادعا به تحقیقات بیشتری نیاز است، اما به هر حال پیاز و سیر از جمله مواد بسیار سالم و مفید در هر رژیم غذایی محسوب می شوند. همچنین برخی از تحقیقات بر روی استخراج عصاره گیاهان نظیر گرفتن عصاره یک نوع نخل خام نشان داده است که این مواد نیز در محافظت از اندازه پروستات آقایان و نرمال بودن جریان ادرار تاثیرگذار است. از این رو فراموش نکنید که همراه با غذای خود از سیر و پیاز استفاده کنید. استفاده از تخم کدو تنبل. تخم کدو فواید بی‌نظیری برای پروستات دارد، به خصوص برای مردانی که بزرگی خوشخیم پروستات دارند. این شرایط که باعث بزرگ شدن غده پروستات می‌شود مردان بالاتر از 50 سال را معمولاً درگیر می کند. یکی از مسائلی که به ایجاد این شرایط کمک می کند تحریک بیش از حد سلول های پروستاتی توسط تستوسترون و دیگر هورمون ها مانند دیهیدروتستوسترون است. روغن موجود در دانه های کدو می تواند به جلوگیری از اثر هورمون ها با افزایش ضخامت سلول های پروستاتی کمک کند. روغن تخم کدو همچنین دارای کارتونوئید ها و امگا 3 می باشد. تحقیقات نشان داده است که مردانی که کارتونوئید در رژیم غذایی خود دارند خطر کمتری برای ابتلا به بزرگی خوشخیم پروستات آنها را تهدید می کند. استفاده از قارچ.
قارچ به ویژه قارچ های آسیایی فواید بسیاری شامل کمک به از بین بردن سرطان دارند. یکی از انواع قارچ های آسیایی که سابقه طولانی مدت استفاده به عنوان مواد دارویی دارد با نام شیتاکی می باشد. این قارچ دارای لنتینا نوعی بتا گلوتن است که خاصیت ضد سرطانی دارا می باشد. برای مثال مطالعه‌ای که در سالهای اخیر انجام شد نشان داد که قارچ شیتاکی انتشار تومور در موجود آزمایشگاهی را سرکوب می کند. در مطالعه قبلی لتینا مانع از رشد و توسعه سرطان روده در موش‌ها شده است. ترکیبات موجود در این نوع قارچ و به طور کلی در قارچ‌ها تأثیرات بسزایی بر روی تومورهای سرطانی دارند. چای سبز. قدرت دارویی چای سبز مرتبط به ترکیبات آنتی اکسیدان آن به نام کاتچین می باشد. کاتچین نوعی پلیفنول است که به از بین بردن باکتری ها و ویروس ها کمک می کند. سیستم ایمنی را تقویت می کند و با انواع مختلف سرطان مانند سرطان پروستات می جنگد. گرچه انواع مختلفی از کاتچین وجود دارد، تحقیقات نشان می دهد که پلیفنول موجود در چای سبز می تواند به میزان قابل توجهی سطح آنتیژن اختصاصی پروستات و سطح 2 بیومارکر دیگر را برای سرطان پروستات کاهش دهد. کاتچین موجود در چای سبز همچنین ممکن است به مردانی که در مرحله قبل از سرطان پروستات هستند نیز کمک کند. تحقیقات نشان داده افرادی که در مرحله پیش سرطان پروستات هستند با مصرف روزانه مقداری کاتچین خطر تبدیل به سرطان پروستات در آنها کاهش یافته و همچنین بروز علائم دستگاه ادراری تحتانی را کاهش می دهد. موضوعی که کاتچین را تبدیل به ماده مفید برای درمان علائم ناشی از بزرگی خوشخیم پروستات می کند. فلفل قرمز. فلفل قرمز تند که به عنوان چیلی شناخته می شود منبع مواد محافظ پروستات است. فلفل قرمز تندی خود را از ماده‌ای به نام کپسایسین دریافت می کند. در حالی که کپسایسین با توانایی ضد دردی که دارد شناخته می شود. مطالعات نشان داده که این ماده همچنین می تواند سلول های سرطانی مانند سلول های سرطانی پروستات را از بین ببرد. به طور خاص نشان داده شده است که کپسایسین می تواند باعث القای مرگ خودخواستی سلول و سلول های سرطانی شود. کپسایسین این کار را با حمله به پروتئین های تولید کننده که انرژی سلول می کند. همچنین این کار بدون صدمه به سلول های سالم اطراف سلول های سرطانی انجام می گیرد. همراه با توانایی های ضد سرطانی، کپسایسین همچنین دارای فواید قلبی و عروقی به دلیل آنتی اکسیدان قوی اش است که با رادیکال های آزادی که باعث ایجاد تسلب شرائین می شود نیز می جنگد. بادام زمینی. همه ی انواع مختلف آجیل منبع غنی از مواد معدنی سلنیوم هستند که برای سلامت پروستات اهمیت دارد. در حقیقت تنها حدود 30 گرم بادام زمینی می تواند 10 برابر نیاز روزانه از سلنیوم را برای بدن فراهم کند. مطالعات نشان می دهد که مصرف سلنیوم با کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات در ارتباط است. بادام زمینی در اصل یک دانه است نه یک آجیل. اما به دلیل پوسته چوبی که دارد می توان با آن آجیل نیز گفت. وقتی پوستش باز می شود بین 8 تا 24 دانه در آن وجود دارد. این آجیل منبع خوبی برای روی و سایر مواد معدنی مورد نیاز برای سلامت پروستات می باشد. به علاوه بادام زمینی همه آمینو اسیدهای ضروری برای ساخت پروتئین ها را دارد. همچنین این آجیل یک منبع مناسب برای منیزیم و تیامین می باشد. مقدار بالای چربی اشباع آن باعث محدود شدن مصرف آن به هفته چند اونس می گردد. اما به دلیل اینکه منبعی سرشار از سلنیوم است برای سلامت پروستات شما بسیار مفید می باشد. انار. تحقیقات فراوانی راجع به فواید مصرف انار انجام شده است. به خصوص انار سرشار از آنتی اکسیدان ها و مواد دارویی با نام الاژتینین است که به ویژه برای ارتقای سلامت پروستات مفید می باشد. مطالعات نشان داده است که خواص انار باعث جلوگیری از رشد و تکثیر سرطان پروستات و همچنین تسریع مرگ سلول های سرطانی می شود. در دیگر مطالعات نشان داده شده است که این ماده می تواند با رشد عروق خونی جدید ارتباط داشته باشد، چیزی که برای رشد تومور پروستات ضروری می باشد. همچنین نشان داده شده آب انار به میزان قابل توجهی پیشرفت سرطان پروستات در مردانی که جراحی یا رادیو درمانی برای بیماریشان داشتند اما مقدار PSI آنها کاهش نیافته است را کاهش داده است. امیدوارم که مطالب گفته شده در این ویدیو برای شما مناسب و کارا باشد. با تشکر از شما همراهان عزیز که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. تا
تا درودی دیگر، بدرود.